بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان گرامی هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. بزرگداشت سالگرد قیام 20 ربیع الثانی ثورة العشرین به رهبری میرزای شیرازی دوم. فشار بر روحانیون مسلمان در چین برای چینی کردن قرآن. تصویب اصلاحات جنجالی در قانون اساسی پاکستان، نگرانی ها درباره استقلال قضایی. و ساکنان اندونزی به مسلمانان روهینگیایی اجازه پیاده شدن از قایق را ندادند. وقت شما بخیر. 20 ربیع الثانی یادآور سالگرد قیام 1920 عراق است که به رهبری آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی شکل گرفت. او با فتاوای شجاعانش مردم عراق را علیه اشغالگران انگلیسی بسیج کرد و این قیام را به نمادی از مقاومت و اراده ملت برای دستیابی به استقلال تبدیل کرد. این روز تجلی همبستگی و عزم مردم عراق در برابر استعمار است. همکارم در گزارش خود به روایت این واقعه تاریخی پرداخته که با هم می‌بینیم. قیام سال 1920 عراق که به ثورة العشرین معروف است، در تاریخ معاصر این کشور به عنوان یک رویداد مهم و حیاتی شناخته می شود. این قیام که واکنشی به اشغالگری های انگلیس پس از جنگ جهانی اول بود، نمایانگر همبستگی مردم عراق در برابر استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال و خودمختاری است. با حمله انگلیسی ها به عراق، مردم این سرزمین با وجود نارضایتی از حکومت عثمانی به دفاع از کشور خود برخواستند. روحانیون و مراجع تقلید به ویژه آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی با صدور فتاوا و رهنمودهای خود مردم را به قیام علیه اشغالگران تشویق کردند. این قیام از تابستان 1920 آغاز شد و 3 ماه به طول انجامید، در حالی که هدف آن بیرون راندن نیروهای انگلیسی و تأسیس حکومتی مستقل بود. اگرچه این قیام در نهایت به شکست انجامید و هزینه های انسانی و مالی زیادی را به همراه داشت، اما تأثیرات عمیق آن در تاریخ عراق غیر قابل انکار است. قیام 1920 نه تنها به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود، بلکه به ایجاد نخستین حکومت ملی و شکل گیری هویت سیاسی عراقی ها کمک شایانی کرده است. یاد این قیام در هر ساله زنده نگه داشته می شود تا مردم عراق به یاد داشته باشند که تاریخ مبارزات آنها در برابر ظلم و ستم چگونه رقم خورده است. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روزنامه استارز اند استرایپس عکسی از صحنه‌ای در عراق منتشر کرده که خشونت و تروریسم روزمره را نشان می‌دهد. این تصویر دو زن شیعه را در حال پیاده‌روی از بغداد به سامرا در 22 آوریل 2015 نمایش می‌دهد. همان روز تروریست‌ها مسیر را بمباران کردند که به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 16 نفر منجر شد. کمیساریای عالی سازمان ملل از ورود بیش از 16 هزار آواره لبنانی به عراق خبر داد. 62% از این مهاجران زنان و کودکان هستند و حدود 50% خانواده ها توسط زنان سرپرستی می شوند. نخست وزیر عراق دستور داد تا این افراد میهمان نامیده شوند. وزارت آموزش و پرورش نیز خواستار پذیرش دانش آموزان لبنانی شده است. گزارش کمیسیون های مجلس ایران درباره حادثه معدن طبس
مرگ 52 کارگر را نتیجه تخلفات ایمنی می داند. عدم رعایت استانداردها، کمبود تجهیزات و عدم آموزش کافی به وقوع این حادثه کمک کرد. ضعف در سیستم‌های هشدار و ناتوانی در تخلیه سریع کارگران از دلایل دیگر بود. نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به ایمنی معادن تاکید کردند. جشنواره جهانی صلح و وحدت با محوریت فلسطین در لندن با حضور بیش از 50,000 نفر به پایان رسید. این جشنواره موفق به چاپ 1,000,000 نسخه قرآن کریم برای توزیع جهانی شد. مدیر جشنواره تاکید کرد که هدف ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و تقویت جامعه مسلمانان در بریتانیا بوده است. مسجد بزرگ دیوریغی در سیواس ترکیه پس از 9 سال بازسازی دوباره به روی بازدید کنندگان گشوده شد. این مسجد مشابه کاخ الحمرا در اسپانیا و به نام حمرا آناتولی شناخته می شود و در سال 1228 میلادی ساخته شده است. این مکان در سال 1985 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. هند و پاکستان پیمان کریدور کرتارپور را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. این پیمان که در سال 2019 امضا شد، دسترسی آسان به اماکن مذهبی برای سیک‌های هند را فراهم می‌کند. گوردوارا کرتارپور محل اقامت بنیانگذار مذهب سیک یکی از زیارتگاه‌های مهم است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از ترس رهبران غربی از موج جدید پناهجویان صحبت کرد. وی در نشستی با دیگر رهبران اروپایی خواستار سیاست‌های سختگیرانه تری در قبال مهاجرت شد. این رهبران مهاجرت غیرقانونی را ناشی از بی‌ثباتی و نابرابری‌های اجتماعی در همسایگی اروپا دانستند. سازمان ملل متحد گزارش داد که جمعیت اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه حدود 10 میلیون نفر کاهش یافته و به 1/4 جمعیت قبلی رسیده است. عوامل این کاهش شامل خروج پناهندگان، کاهش باروری و تلفات جنگ است. وضعیت جمعیتی روسیه نیز پس از حملات به اوکراین وخیم شده است. یک مؤسسه نظارت بهداشتی در آلمان اعلام کرده که یک مورد ابتلا به ویروس امپاکس در این کشور ثبت شده است. این مؤسسه گفته فرد مبتلا به این ویروس از خارج وارد آلمان شده است. در همین حال نروژ نیز روز سه‌شنبه اعلام کرده دو بیمار در اسلو پایتخت این کشور به ویروس امپاکس از نوع کلاد 2 مبتلا شدند. کلاد 2 نوع نادری از امپاکس است که اخیراً باعث نگرانی جهانی شده است. نوع جدید این ویروس که مرگبارتر از نوع قبلی است، به ویژه در کشورهای آفریقایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه شایع شده است. دوستان مبتلایان به سرطان می توانند با رعایت نکات ساده به آنها کمک کنند. ارسال پیام بدون نیاز به پاسخ، هدیه دادن غذا و اشتراک گذاری کلیپ های سرگرم کننده می تواند آسایش خاطر ایجاد کند. همچنین صحبت با افرادی که تجربه مشابه دارند به کنترل بهتر اوضاع کمک می کند. مقامات چینی از روحانیون مسلمان استان هنان خواسته‌اند تا در دوره آموزشی در پکن شرکت کنند که هدف آن چینی کردن قرآن و تطبیق آموزه‌های اسلامی با اصول یک جامعه سوسیالیستی است. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت چین برای کنترل دین و فرهنگ مسلمانان و ترویج ارزش‌های خود در میان آنهاست و نگران کننده ترین جنبه این روند تغییر اصول اسلامی بر اساس ایدئولوژی‌های کمونیستی است. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه کرده توجه فرمایید. اخیراً مقامات چینی از روحانیون مسلمان استان هنان خواستند تا در دوره‌های آموزشی در پکن شرکت کنند که هدف آن چینی کردن قرآن و تطبیق آموزه‌های اسلامی با اصول اجتماعی است.
این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت چین برای کنترل و تغییر دین و فرهنگ مسلمانان در این کشور است. در این دوره روحانیون تحت آموزش مهارت‌های تفسیر قرار می‌گیرند تا بتوانند قرآن را به گونه‌ای تفسیر کنند که با نظام اجتماعی چین سازگار باشد. هدف این اقدام نه تنها تغییر در نحوه آموزش و تفسیر قرآن، بلکه همچنین تقویت آگاهی سیاسی و تطابق اسلام با ایدئولوژی‌های کمونیستی است. چین به دنبال چینی کردن تمامی جنبه‌های اسلامی از جمله قرآن به منظور ترویج ارزش‌های خود در بین مسلمانان است. این اقدام به ویژه با توجه به جمعیت بالای مسلمانان هویی و اقلیت اویغور در استان هنان که تحت نظارت شدید مقامات قرار دارند، حائز اهمیت است. دولت چین با این اقدامات نشان می دهد که به دنبال نفوذ در اعتقادات دینی مسلمانان و تغییر اصول اسلامی بر اساس ایدئولوژی های خود است. این روند نگران کننده است که آزادی های دینی را به چالش می کشد و نیاز به توجه و اقدام جهانی دارد. ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم با توجه به فشارهای اخیر دولت چین بر روحانیون مسلمان برای چینی کردن قرآن، چگونه این اقدامات میتواند بر هویت اسلامی مسلمانان در چین تأثیر بگذارد و چه راهکارهایی برای حفظ اصالت دین در برابر این چالش ها پیشنهاد میدهید؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را با هم بشنویم. ضمن عرض تشکر از دعوتتون خدمتتون عرض بکنم، دولت چین با توجه به سوابق رفتاری بسیار بدی که با جمعیت مسلمان اویغور داره و شهروندان این کشور رو همواره مورد آزار و اذیت قرار داده، یکی از نکاتی که در اینجا خیلی برجسته هست اینه که مبانی فکری و نظام ایدئولوژی که مردم و مسلمان رو تلاش بکنه که همسو بکنه با سیاست‌های سوسیالیستی خودش، و این یک سیاست هوشمندانه هستش که دولت چین تلاش میکنه با قرار دادن یک وضعیت تقریبا آموزشی برای روحانیون مسلمان و اویغورها و وادار کردن اونها برای ترجمه و تفسیر قرآن و یا ترجمه اون به زبان چینی تلاش بکنه اون مبانی متفاوتی که در نظام اسلامی با سیاست‌های دولت چین وجود داره اونها رو به تدریج حذف بکنه از قرآن و تلاش بکنه که همه این مفاد آیات قرآن رو متناسب بکنه با سیاست سوسیالیستی خودش. این تجربه زیادی رو در بین کشورهای سوسیالیستی، چه در روسیه در مورد شوروی سابق و هم در نظام‌های کمونیستی که در آمریکای لاتین بودن، نسبت به سایر اقلیت شهروندان خودشون داشتیم. به همین دلیل یا برخی ورود میکنن به تغییر در حوزه ایدئولوژیک اینها، یا برخی کشورها تلاش میکنن که مبانی فکری و سیاسی این اقلیت ها رو به تدریج تغییر بدن تا متناسب با سیاست های داخلی خودشون باشه. طبیعتاً دولت چین از طرف مسلمان ها و مبانی فکری اسلامی که همواره دنبال اجرای عدالت و شفافیت در روابط انسانی است، تلاش بکنه که اون مبانی اخلاقی و مبانی عدالت طلبی رو به نفع خودش ترجمه و تفسیر بکنه. من گمانم بر این هستش که این سیاست ها تشدید پیدا خواهد کرد، مگر اینکه یک نظام مشخصی در جامعه مسلمان ها بتونه دولت چین رو مجاب بکنه و وادار بکنه که از ورود به حریم باور ایدئولوژیکی مسلمان ها پرهیز بکنن. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که دعوت ما را پیرامون این گزارش پذیرفتند. تصویب اصلاحیه 26 در قانون اساسی پاکستان نگرانی هایی درباره استقلال قضایی به وجود آورد. این اصلاحیه فرایند انتخاب رئیس دیوان عالی را تغییر می‌دهد و انتخاب را به کمیته پارلمانی واگذار می‌کند. تایید نهایی به رئیس جمهور سپرده می‌شود و رئیس دیوان برای دوره 3 ساله و سن بازنشستگی 65 سال تعیین می‌شود.
همچنین تشکیل بندهای قانون اساسی در دیوان عالی الزامی شده است. برخی مقامات این اصلاحات را تقویت قدرت پارلمان می دانند، اما گروه های بین المللی نگران افزایش نفوذ سیاسی و تهدید استقلال قضایی هستند. انتقادات درباره سازگاری این اصلاحات با اصول حقوقی نیز مطرح شده است. ویدیوهایی از ساکنان اندونزی منتشر شده که به مسلمانان روهینگیایی اجازه پیاده شدن از قایقران نمی دهند. این پناهجویان به دنبال سواحل امن به آبهای اندونزی رسیدند، اما با عدم همکاری محلی ها مواجه شدند. ساکنان به دلیل ترس از بحران مهاجرت از کمک به آنها خودداری کردند. این اقدام مشکلات انسانی و نیاز به حمایت های بین المللی را نشان می دهد. روهینگیایی ها به دلیل خشونت ها در مینسا در معرض خطر جدی قرار دارند. این رویداد ضرورت همبستگی جهانی برای حمایت از حقوق بشر را برجسته می کند. بریتانیا دوباره اقدام به آزادی زودهنگام زندانیان برای کاهش ازدحام در زندان ها می کند. در سپتامبر 2024 حدود 1700 زندانی در انگلستان و ولز به طور زودهنگام آزاد شدند. وزیر دادگستری بریتانیا در ماه ژوئیه هشدار داده بود که زندانها در آستانه فروپاشی هستند. فشار بر زندانها پس از شورش‌های راستگرایان افراطی افزایش یافته است. این شورش‌ها منجر به صدور احکام سختی از جمله حبس‌های طولانی مدت برای شورشیان شده است. زندانیانی که به دلیل اقدامات تروریستی با جرایم یا جرایم جنسی محبوسند شامل این تصمیم نمی‌شوند. کارشناسان هشدار دادند که تا سال 2050 بحران آب و هوا 150 میلیون آفریقایی را به فقر می‌کشاند. سیل و خشکسالی جمعیت زیادی را مجبور به ترک زمین‌های کشاورزی می‌کند و از دسترسی به تغذیه خوب محروم می‌سازد. وزیر بهداشت سابق گینه بیساو تأکید کرده که بحران آب و هوا تهدید بزرگی برای سلامت عمومی در آفریقا است. کشورهای آفریقایی از جمله نیجر، چاد، نیجریه، مالی، کامرون و جمهوری دموکراتیک کنگو از جوان سال جاری با سیل‌های ویرانگر مواجه شدند و صدها نفر کشته و میلیون‌ها نفر آسیب دیدند. کنگره جهانی اویغورها با چالش‌های جدی از سوی دولت چین روبرو شده است. این فشارها در آستانه اجلاس عمومی این سازمان در سارایوو افزایش یافته است. این نهاد حقوق بشری با تهدیدات فیزیکی و ارعاب مواجه است و فعالیت‌هایش هدف قرار گرفته‌اند. مقامات چینی بر نمایندگان کشورها فشار آورده‌اند تا از شرکت در اجلاس خودداری کنند. همچنین تهدیداتی شامل آسیب به خانواده‌ها در سینکیانگ وجود دارد. کنگره جهانی اویغورها به عنوان نهاد مهمی در دفاع از حقوق بشر هدف این فشارها است و نشان دهنده ترس چین از صدای اویغور هست. و ما خبر پایانی امشب، حقوقدانان سودانی نامه‌هایی به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ارسال کردند تا درباره حملات به غیر نظامیان اطلاع رسانی کنند. این گروه شامل وکلای اضطراری و انجمن وکلای دارفور به کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ژنو نامه فرستادند. آنها خواستار بررسی نقض حقوق بشر در سودان هستند. این نامه‌ها به بمباران مناطق پرجمعیت و حملات توپخانه‌ای توسط نیروهای مسلح سودان و واکنش سریع اشاره دارند. حقوقدانان تأکید دارند که این مرجع صالح برای تحقیق درباره این نقض‌هاست و باید به موضوعات مرتبط رسیدگی کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بزرگداشت سالگرد قیام 20 ربیع الثانی سورت العشرین به رهبری میرزای شیرازی دوم. فشار بر روحانیون مسلمان در چین برای چینی کردن قرآن. تصویب اصلاحات جنجالی در قانون اساسی پاکستان، نگرانی ها درباره استقلال قضایی. ساکنان اندونزی به مسلمانان روهینگیایی اجازه پیاده شدن از قایقران ندادند.
آزادی 1100 زندانی زودتر از موعد در بریتانیا. بحران آب و هوا 150 میلیون آفریقایی را به فقر می‌کشاند. تشدید فشارهای چین بر کنگره جهانی اویغورها پیش از اجلاس عمومی. گزارش موارد نقض حقوق بشر و حمله به غیر نظامیان در سودان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.